بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در سلسله درس های مضمون تفسیر آیات احکام قرار داریم. سمستر ششم پنجه شریعت. جلسات گذشته عنوان های زیاده گرفته بودیم، از جمله طاعت الوالدین با تمام جزئیاتش، و همچنین به عنوان التبنی فی الجاهلیت و الاسلام شروع کردیم. فرزند خواندگی در جاهلیت و در اسلام. تبنی این است که شخص فرزندی و به ویژه فرزند پسر نداشته باشد، پسر کس دیگری را از او بستاند، بگه به فرزندی به ما بده. نتایج خوب ندارد به طور عموم. از این کارها باید خیشتن را نگه داریم. یعنی الله متعال به بعضی پسر میده، به برخی دختر میده، به بعضی هیچ چیز نمیده. این تقسیم پروردگار هست. نیازی نیست که خود را خیلی پریشان کنیم. لااقل ما برای امت چه کار کردیم که بخیر بکنیم. آیات کریمه را ترجمه میکنیم. سوره احزاب آیات شماره 1 تا 5. یا ایها النبی، ای پیامبر، اتق الله، از الله بترس، ولا تطع الكافرين والمنافقين، و از کفار و منافقین اطاعت نکن. ان الله کان علیما حکیما، امان الله دانای فرزانه است، حکیم با حکمت. متوجه باشیم که قرآن کلام الهی است، کلام پروردگار، و پروردگار هر طوری که بخواهد پیامبر خود را مورد خطاب قرار دهد. و اگر این سخنان را پیامبر خودش درست کردی، قطعا به این شکل خود را مورد خطاب قرار نمیده. خیلی جاها طوری است که پیامبر علیه السلام سرزنش شدند. چطور بگیم؟ یعنی الله متعال پیامبر را توبیخ میکنه. عبس و تولا ان جاءه الاعمى و ما یدریک لعله یصرف. همچنین در سوره تحریم، یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک، ای پیامبر، آنچه را که الله به تو حلال کرده چرا بر خود حرام میکنی؟ میخوای زنها را از خود راضی کنی؟ الله را تو باید از خود راضی نکنی. همچنین در واقعه بدر، وقتی که رسول گرامی اسلام میخواهند از مشرکین مبلغ بستانند و مشرکین را آزاد کنند، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يفخن في الارض، تريدون عرض الحياه الدنيا، شایسته پیامبر نیست که اسیر داشته باشد و از اسیر پول بگیرد. ای پیامبر، آیا شما زندگی زودگذر دنیوی را میخواهید؟ الله را باید خواسته باشید و او را از خود راضی نکنید. یا در سال 9 هجری در واقعه تبوک، عفا الله عنك لما اذنت لهم، پیامبر به برخی از مردم مدینه اجازه میدن که در جنگ اشتراک نکنند. آیت نازل میشه، چرا با آنها اجازه دادی؟ نباید اجازه بدی. و یا در رابطه با رستاخیز، یسالونک عن الساعت ایان مرساها فیما انت من ذکراها، اصلا تو چی خبر داری؟ با تو ارتباط نمیگیرد که قیامت کی است. در این ترجمه‌های اگر قرآن را پیامبر خودشان درست می‌کردند، حتما این آیات را، این جملات را حذف می‌کرد، اصلا این جملات را نمی‌آورد. یا ایها النبی، یا ای پیامبر، اتق الله، از الله بترس، ولا تطع الکافرین و المنافقین، و از کفار و منافقین اطاعت نکن، ان الله کان علیما حکیما، امان الله دانای فرزانه هست، و اتبع ما یوحى الیک من ربک، و آنچه که از طرف پروردگارت برای تو وحی شده از آن تبعیت کن و پیروی کن، ان الله کان بما تعملون خبیرا، همان الله به آنچه که انجام میدهید آگاه است. و توکل علی الله، و بر الله توکل کن،
و کفا بالله وکیلا و کافی است که الله وکیل کسی باشد، سرپرست و کارساز کسی باشد. اگر الله سرپرست و کارساز کسی بود، همین اندازه برایش کفایت می‌کند. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، الله در جوف کسی، در سینه کسی، در سینه هیچ مردی دو قلب نگذاشته است. بعدا در سبب نزول توضیح میدیم که چرا این آیت گذاشت. و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم، و همچنین زنهایی که با آنها ظهار میکنید را مادران شما نگردانید. ظهار چی است؟ ظهار از زهر گرفته شده، زهر به معنای پشت. ما در همین تفسیر آیت احکام سمسته 7 و 8 یک عنوان خیلی تفصیلی در رابطه با ظهار داریم و آیات 1 تا 4 سوره مجادله هم در رابطه با ظهار است. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم، کسانی که با زنهای خود ظهار میکنند این زنها مادرانشان نیستند. این امهاتهم الا اللائي ولدنهم، قطعا مادرانشان کسانی هستند که اینها را زاییدند. خوب، حالا که اینها به مادر خود میگویند انت علیه که ظهر امی، به زن خود میگویند انت علیه که ظهر امی، تو بر من همانند پشت مادرم هستی، و انهم لیقولون منکرا من القول و زورا، اینها جمله زشت بر زبان می آورند، دروغ می گویند. و ان الله لعفو و غفور. بعدا کفاره ظهار را هم رب العزت در سوره مجادله توضیح میده. والذین یظاهرون منکم من نسائهم، والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبه. قبل از همه یک گردن باید آزاد کنید، قبل از اینکه جماع وجود داشته باشه. ذالکم توعظون به والله بما تعملون خبیر. فان لم یجد فصیام شهرین متتابعین، اگر برده آزاد کرده نمیتوانست 2 ماه پشت سر هم روزه میگیره. باز هم من قبل ای تماس، فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا. و اگر 60 نفر نان داده و غذا داده هم نمیتوانست، 60 روز روزه گرفته هم نمیتوانست، آخرین مرحله آن است که 60 مسکین تام بده. یعنی نه برده آزاد کرده میتواند، نه هم 60 نفر تام داده میتواند، نه برده آزاد کرده میتواند و نه هم 60 روز روزه گرفته میتواند. در این صورت چیکار کنه؟ 60 مسکین تام بده. تفصیل به سوره مجادله مراجعه کنید. در همین تفسیر آیت احکام سه مثل 7 و 8 انشاءالله به تفصیل میخوانیم. حالا و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم، زنهایی که با آنها ظهار میکنید را مادران شما قرار دادیم. اگر کسی با خانم خود جار جنجال میکنه و میگه تو بر من همانند پشت مادرم هستی، در این صورت این خانم مادر واقعیش نمی باشند. این امهاتهم الا اللائی ولدنهم، مادرانشان کی هستند؟ کسانی که اینها را زاییدند. یک خانم هست صحابی، اسمش خوله هست، خوله بنت ثعلبه، شوهرش اوس ابن صامت انصاری با او ظهار می کند و او گریسته نزد رسول گرامی می رود. همان بود که آیات سوره مجادله نازل می شود. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الله گفته آن زن که خوله بنت ثعلبه در رابطه با شوهرش با تو مجادله می کرد را شنید. اینجا فرمود ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفی، در جوفه، در سینه هیچ کس، هیچ مرد دو دل گذاشته نشده است. و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهات، و مادران که و زنهایی که به آنها ظهار میکنید را مادران شما قرار نداده است. و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، و فرزند خواندگان شما را فرزندان واقعی شما نیز قرار نداده است. اگر کسی فرزند کسی دیگری را تبنی کرد، فرزند خود قرار داد و فرزند خواندگی گرفت،
این فرزند جدید فرزند واقعیش به حساب نمی آید. ذالکم قولکم و افواهکم. این گفته است که شما به زبانهای خود بر زبان می آورید. و الله یقول الحق و هو یهدی السبیل. و الله ذاتی است که حق را بر زبان می آورد، حق می گوید و او به راه راست هدایت می کند. حالا موضوع تبنی را بیشتر الله متعال توضیح میده. چه کار کنیم این خود؟ این فرزندان را ادعوهم لآبائهم، فرزندانی که آنها را، پسرانی که آنها را به فرزند خواندگی گرفته اید را به پدران واقعیشان نسبت دهید. دیگه نگویید که زید ابن محمد، بلکه بگویید که زید ابن حارثه. هو اقسط عند الله، این کار در نزد الله دادگرانه تر است، به عدالت نزدیک تر است. قسط، اقسط و قسط، بعدا در این رابطه بیشتر توضیح. اگر از باب افعال بود یک معنا دارد، مزید یک معنا مجرد معنا دیگر. در اینجا هو اقسط عند الله، این کار در نزد الله به عدالت نزدیک تر است. و این لم تعلم و آباهم، حالا اگر طفل را در راه یافتی، در یک جای پیدا کردی، از یتیم خانه گرفتی، پدران پدرش را نمی دانستید، و اخوانکم فی دین، برادران دینی شما هست، و موالیکم و دوستان شما یا آزاد شده های شما هست، برده آزاد شده، ولیس علیکم جناحان فی ما اخطأتم بهی، و اگر در مورد خطا کردید بر شما باقی نیست. یعنی نمیدانستید که پدر واقعی این طفل کی است، او را خطاهن اشتباهن به کس دیگری نسبت دادید، در اینجا بر شما باقی نیست، گناهی نیست. ولیکن ما تعمدت قلوبکم، آها، گناه در چی است؟ در آنچه که قلبهای شما قصدن انجام داده است، آنچه که قصدن انجام داده. و کان الله غفورا رحیما، و الله آمرزنده مهرورز می باشد. ولیس علیکم جناحون فی ما اخطأتم بهی، در آنچه که خطا کردید بر شما گناهی است. رفع عن امتی، رسول گرامی اسلام می فرماید چند مورد، سه چهار مورد از امت من برداشته شده است. الخطا و النسیان و مستکره علیه. خطا، اگر اشتباهن، حتی اگر اشتباهن روزه خود را هم خورد، بازم بر او گناه است. نسیان، فراموشی. و در رابطه با سوگند هم میخوانیم که لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. در سوگند های لغو الله شما را مؤاخذه نمی کند، مورد گرفت قرار نمی دهد. سوگند لغو چی است؟ لا والله ولا والله، یا انسان بنابر گمان خود قسم میخورد، چنان که ما قبلا گفتیم که ام المؤمنین عایشه یک مورد میگوید و بقیه صحابه مورد دیگر. در آنچه که خطا کردید بر شما باقی نیست، اما در آنچه قصدن انجام دهید دیگه اینجا مورد گرفت قرار میگیرید. اگر سوگند هم قصدن بود، بر زمان آینده قصدن قسم خورد و در صورت که حانس شد باید کفاره آن را بپردازد. این بود ترجمه آیات کریمه. بیاین به تحلیل لفظی توضیح واژگان. اتق الله، از الله بترس. همه مجبور هستند، چه پیامبر باشند یا غیر پیامبر، مجبور هستند که از الله پروا بدارند و تقوا و خوف الهی در قلبشان باشد. حالا تقوا و خوف الهی در قلب پیامبر هست. ای اثبت علی تقوا الله و دم علیهم، همین تقوایی که در قلب تو هست بر آن ثابت قدم باش، استمرار بورز، با آن مداومت داشته باش، دوام بکن. تقوا چی است؟ لفظ جامعی که یراد منه فعل کل خیر و اجتناب کل شر، از وقایه گرفته شده است. همین کمامه هایی که استه میکنن، همین ماسک ها، اینا هم یک نوع وقایه است. میگویند که وقایه
الوقایت خیر من العلاج، جلوگیری پیشگیری از علاج و معالجه بهتر است. تقوا هم از وقایه به معنایی که انسان خود را از هر بدی حفظ کند و نگه دارد و به هیچ شر نزدیک نشود. انجام دادن هر خیر و اجتناب از هر شر و از هر بدی. همیشه دعا میکنیم که اللهم اجعلنا من المتقین، بار الله ما را از زمره متقیان بگیر. کافرین جمع کافر. کافر کسی است که نعمت های الهی را کفران میکند و میپوشاند. از کفر گرفته شده. کفر به معنای ستر، پوشاندن. و هر کسی که چیزی را بپوشاند کافر است. کافر هم توحید را میپوشاند، نعمت های الهی را کتمان میکند، یگانگی الله را قبول نمیکند، در ظلم و ستم و جبر و بربریت به پیش میرود. و لهذا یسمى الزارع کافران، لذا زارع کشتمند را هم کافر میگویند، چون بذرها را میپوشاند، در زمین میاندازد. و منه قوله تعالی کمثل غیث اعجب الکفار نباته، مانند بارانی که وقتی میریزد و نباتات را بیرون میکند، کفار یعنی زارعین دهقانان شگفت زده می شوند. ای عجب از دفعه. و لیل را هم شب را هم کافر می گویند. چرا؟ چون با تاریکی که دارد اشیا را می پوشاند. در صحاح کتاب عربی هست، در آنجا آمده که والکافر اللیل المظلم، شب تاریک هم کافر است، چون با ظلمت خود با تاریکی خود همه چیز را می پوشاند و کتمان می کند. جوهری می گوید لغوی است، میگه کافر را کافر میگویند به خاطر اینکه نعمت های الله را کفان میکنند. آیاتی که بر توحید یکتا پرستی دلالت دارد این آیات را میپوشاند و قبول ندارد. البته ما چهار نوع کفر داریم. چند نوع؟ چهار. یک کفر انکار که اصلا وجود الله را منکر باشد و اعتراف به آن نداشته، قلبن و زبانن میگوید چیزی به نام الله و معبود با خدا وجود ندارد، منکر همه چیز است. یک کفر انکار است. نوع دوم کفر جحود هست. کفر جحود، گرچه جحود هم لغتا به معنای انکار میاد، اما در اصطلاح کفر جحود آن است که قلبن به وجود الله اعتراف دارد، به زبان خود اعتراف نمیکند، میفهمه که الله هست، کائنات معبود دارد، اما به زبان اعتراف نمی کنند. مثل کفر ابلیس، شیطان. فلما جاءهم عرفوا كفروا به. و کفر اهل کتاب. اهل کتاب هم قلبن اعتقاد زیاد از اینها می فهمیدن که وجود الله هست، الله وجود دارد، اما باز هم قبول نداشت. نوع سوم کفر عناد هست. عناد به معنای تعنت و سرکشی و ضد کردن. به قلب خود اعتراف دارد، یقین دارد که وجود الله وجود دارد، به زبان خود هم میگه بله الله هست، اما حسدن و بغیان از روی حسد و از روی سرکشی الله را قبول نمی کند و ایمان نمی آورد. الله را قبول دارد، ایمان نمی آورد، بقیه شرایط ایمان را تکمیل نمی کند. مثل کفر ابو جهل. ابو جهل می فهمید که الله هست و حتی صبح بعد دعا کرد که بار اله های خدا، اگر ما بر حق هستم امروز مرا کامیاب کن و محمد در جنگ کشته شد، و اگر محمد بر حق هست امروز او را کامیاب کن. همان بود که دعایش قبول شد و در جنگ کشته شد. و چهارم کفر نفاق است. با زبان خود قبول داره که الله هست، اما قلبا قبول ندارد. مثل منافقینی که در زمان پیامبر بودند، یا یک عده سکولارها و لایک‌ها و بی‌دین‌ها و ناخدا باورانی که در همین عصر هستند. قلباً به وجود الله باور ندارند، اما از ترس مردم، از ترس اینکه بالا علما بر علیه اینا عکس العمل نشان بدهند، میگویند که بله ما الله رو قبول داریم، مسلمان هستیم، نماز هم می‌خوانیم، احیاناً بی وضو به مسجد هم می‌روند و به درس بعضی می نشینند. صفحه اول روز یک زمین به تختار دیدم که در صفحه اول مجلس
دستاربندی حفاظ قرآن هم نشسته. بله، مزخرفش بر این سر خود را همینطور شوشو رکم بود. لغت سوم المنافقین، منافق جمع منافق، منافقین جمع منافق. منافق کی است؟ الذی یظهر الاسلام و یقتل الکفر، اسلام را آشکار میکند و کفر را در باطن خود نگه میدارد، کفر خود را میپوشاند. بله باور ندارد، به پیامبر هم به قرآن هم باور ندارد، اما ظاهرا به اسلام تظاهر میکند. منافق از نفق گرفته شده. نفق اصلا همون سوراخی است که در زمین باشه و یک رقم حیوانات هستند تقریبا، حالا اونها را یربوع میگن، موش صحرایی یا مثل موش صحرایی. در دشت دو سوراخ دارد، در دشت ها یک از این سوراخ ها را نافقا میگویند، دیگر را قاسا. ای از یک سوراخ وارد میشه و از سوراخ دیگر فرار میکنه، حالا نفر دنبال این میگرده که این به کجا شد. منافق هم همینطور است، تظاهر به اسلام میکند اما در واقع کافر است. وکیلا، وکیل به معنای حافظ، کفیز، سرپرست. ما وقتی که ما میگیم متوکل علی الله، کسی که میداند که الله کفیل و سرپرست و حافظ او هست، تنها به الله باور دارد، رو می آورد و کس دیگر اعتماد نمی کند. و در قرآن داریم و توکل علی الحی الذی لا یموت، بر ذات زنده توکل کن که هرگز نمیمیرد. چطور بر انسان ضعیف مثل خود توکل میکنی؟ فردا به تو خیانت میکنم، فردا از پشت به تو خنجر میزنم. نباید به انسان ضعیف اعتماد کنی و توکل بکنی. تظاهرونه از زهر گرفته شده است. زهر به معنای پشت. عرب میگویند ظاهر من زوجتی. کی میگویند ظاهر من زوجتی؟ وقتی که به زن خود بگوید انت علیه پدهرونی، تو بر من همانند پشت مادرم است. این اصطلاح بوده، اکسپریژن بوده است. به زنهای خود همینطور میگفتن. البته در جاهلیت بدترین نوع طلاق بوده، در اسلام طلاق نمیشه. اسلام ظهار را منع کرد، منکرم من القول و زورا از آن تعبیر شده است، اما طلاق نمی باشد. ادعیاکم، ادعیا جمع دعی، و هو الذی یدعى ابنا و لیس بابن. دعی کسی است که او را به فرزند می خوانیم اما در واقع فرزند ما نیست. ادعیاکم فرزند خواندگان شما. اسلام نظام تبنی را باطل کرد. اقصد، اقصد به معنای عدل، افعال تفضیل است. ما میگیم اقصد وقتی که عدل کرد و میگوییم قصد وقتی که ظلم کرد و جور کرد. پس رباعی اسم فاعلش مقصد باشد به معنای عادل. رباعی، ان الله یحب المقسطین، الله عادلان را دوست دارد. و ثلاثی، قصد اسم فاعلش قاصد به معنای جائر، ظالم، چنان که در قرآن داریم و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، و اما ظالمان اینها هیزم جهنم هستند. و اقیم الوزن بالقسط، قسط به معنای عدل هم میاد. موالیکم، اولیاءکم فی الدین، جمع مولا، کسی که بین تو بین او حقوق زیاده هست و یک دیگر دوستی داره. و موالی جمع مولا به معنای مملوک هم میاد، به معنای سید هم استفاده شده است. مشترک هست. ما گفته بودیم که بعضی کلمات مشترک چندین معنا دارد. مثلا واژه و کلمه عین، عین در زبان عربی به معنای چشم، به معنای عینک زانو، به معنای جاسوس دشمن، به معنای ذات یک کس، به معنای طلا، خیلی معنی دارد. غفورا، غفورا به معنای آمرزنده مهربان است. ای بود درس امروز ما. التبنی فی الجاهلیت و الاسلام، آیات کریمه ترجمه شد و یک نوع شرح هم داده شد. آیات 1 تا 5 سوره احزاب، تحلیل لفظی هم خدمت شما خوبان عرض شد، توضیح داده شد. درس ما هم اینجا به پایان رسید و صلی الله علیه
خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین. سوال استفسار داشته باشید حتما با استاد در میان باشید.